بعد از یک سال دادگاهی برای 8 فعال بازداشتی محیط زیست برگزار شده. دادستان آنها را به جاسوسی تا فساد فی الارض متهم کرده. آنها چه کردند؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه 2 آخر هفته. اول دادگاه غیرعلنی با حضور وکلای موسوم به وکلای معتمد قوه قضاییه برگزار شد. وکلایی که به تازگی در فهرستی کوتاه از اسامی قرار گرفتند که قوه قضاییه به آنها برای پرونده‌های امنیتی اعتماد دارد. 8 متهم پرونده که یک سال در بازداشت بودند با اتهام جاسوسی محاکمه می‌شوند. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران که برای 4 نفر از این افراد اتهام فساد فی الارض را هم مطرح کرده می‌گوید اقداماتی که تعدادی از متهمان این پرونده انجام دادند تقرب جستن به اماکن نظامی در پوشش اقدامات محیط زیستی و کسب اطلاعات نظامی از این محیط‌ها بوده. تنها توضیح است که درباره اتهام آنها داده شده. هول و هوش این پرونده البته داستان‌ها فراوان بوده حتی پیش از بازداشت این افراد، داستان‌هایی که هیچ کدام نه تایید شدند نه تکذیب، به خصوص با درگذشت یکی از متهمان در زندان تنها 2 هفته بعد از بازداشت که مقامات میگویند خودکشی کرده. امروز می‌خواهیم نگاهی کنیم به اینکه چه گذشته و چرا این افراد به جاسوسی متهم شدند. آیا داستان‌های پیرامون این پرونده با واقعیات می‌خواند؟ تا کجا می شود در قالب یک فعال محیط زیستی جاسوسی کرد؟ در برنامه امروز بیشتر در این باره با مهمانانمان صحبت می کنیم. اسماعیل کهرم بومشناس و کارشناس محیط زیست از تهران با ماست. باز هم از تهران پیام درفشان از وکلای کاووس سید امامی که در زندان درگذشت و اعظم بهرامی کارشناس محیط زیست از شهر تورینه ایتالیا و اینجا در استودیو همکارم سیاوش اردلان که معمولا خبرهای زیست محیطی رو دنبال می‌کنه. در مورد این پرونده هم بارها گزارش ساخته با ماست که کمی بیشتر در مورد این ماجرا با ما صحبت بکنه. من می‌خوام اول از تو شروع کنم سیاوش. تو چون الان یک سال این پرونده کش اومده، بالا پایین هم زیاد داشته، ممکنه یه خلاصه‌ای به ما اول بگی که چه گذشت، بازداشت‌ها چگونه صورت گرفت و داستان از آغاز چی بود؟ پیش از اینکه این بازداشت ها اتفاق بیفته، یک سری از جریانات ضد حاکمیت، طیف های برون مرزی مخالف جمهوری اسلامی، یک سری مطالبی رو در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند که ربطی به اتهاماتی که الان علیه اینها مطرح میشه نداره. اینها در حد تخلفاتی بود که مؤسسه حیات وحش پارسیان به گفته اون مطالب انجام داده بود، صدور مجوزهای شکار و از این قبیل مطالب. خیلی‌ها معتقدند این دستمایه اون حرکتی قرار گرفت که منجر به بازداشت این افراد شد، چرا که خیلی از نهادهای وابسته به حکومت به همین مطالب استناد کردند. اما اتهاماتی که بعداً مطرح شد پرونده رو به یک مسیر دیگه برد و لزوماً ارتباط معناداری با اون اتهاماتی که مخالفان حکومت در شبکه‌های اجتماعی علیه مؤسسه حیات وحش پارسیان مطرح کردند نداشت. اون اتهامات اونها به خاطر خورد حسابی بود که خود اونها با دولت اصلاح طلب و جناح اصلاح طلب حکومت داشتند. وقتی این افراد دستگیر شدن سال گذشته، بعد از 2 هفته کاووس سید امامی که به اصطلاح مؤسس حیات وحش پارسیان بود در زندان تحت شرایط مشکوکی درگذشت. مقامات گفتن خودکشی بود. مجلس شورای اسلامی وارد عمل شد. خیلی‌ها خواستن مسئله رو پیگیری کنن ولی نهایتاً ظاهراً قانع شدن با توضیحاتی که داده شد درباره اینکه خود این فرد خودکشی کرد. کاووس سید امامی وقتی با اتهاماتی که علیش مطرح میشه مواجه شد و دید که چقدر اطلاعات سپاه که مسئول این بازداشت ها بود اشراف داره روی این موضوع، ترسید و این صحبتی بود که مجلسی ها کردن. به فاصله خیلی کوتاهی بعد از 2 هفته یک مستند کلیدی از تلویزیون ایران پخش شد. در این مستند روایت اطلاعات سپاه درباره بازداشت شده ها مطرح شد. به یاد داشته باشیم تا الان تا امروز هیچ کدوم از مقامات اطلاعات سپاه از رئیسش آقای طایب گرفته تا مقامات پایین تر هیچ کدوم درباره این پرونده اظهار نظری نکردند. اون چه که ما داریم اظهار نظر دیگر نهادها و افراد نزدیک و همسو با این طیف از حاکمیت هست، طیف امنیتی و اصولگرا، رسانه ها، وبسایت های وابسته به اونها، قوه قضاییه و همینطور صدا و سیما. صدا و سیما مستندی که پخش کرد خیلی شبیه همین مستندی بود که ما اخیرا درباره اتهامات مربوط به شکنجه شدن یکی از فعالان کارگری دیدیم و ارتباط دادن اونها با کمونیست‌ها و اینها. این هم به همین شکل
اتهاماتی رو علیه این 8 نفر مطرح کرد که حتی اون اتهامات خیلی فراتر از چیزی بود که الان رسما علیه اینها عنوان میشه. الان رسما 3 اتهام متوجه این 8 نفر هست: جاسوسی، فساد فلعرض که الان اخیرا مطرح شد، و همینطور تبانی و اقدام علیه امنیت ملی. اما در اون مستند علاوه بر اینها یک سری مطالب خیلی فراتری گفتند. گفتند که اصلا تعریف خودشون رو از اینکه چرا اینها رو بازداشت کردن کاملا فرق میکرد. در این مستند که روایت اطلاعات سپاه رو به تصویر میکشید، گفتند که اینها مدتها زیر رصد بودند. ماموران اطلاعات سپاه اینها رو زیر نظر گرفته بودند و وقتی دیگه لازم دیدن وارد عمل شدن. اینها نه تنها جاسوس بودن، نه تنها در نقاط حساس امنیتی دوربین‌های به گفته این مستند منحصر به فرد نصب کرده بودن. دوربین‌هایی که بعداً معلوم شد دوربین‌های منحصر به فردی هم نیستن، دوربین‌هایی هستن که همه فعالان زیست محیطی استفاده می‌کنن. نه تنها اینا سعی می‌کردن از محل فرود موشک‌ها، محل شلیک شدن موشک‌های سپاه فیلمبرداری بکنن و بعد اینها رو منتقل بکنن به اسرائیل و آمریکا، بلکه گفتن که اینها اصلا دنبال سیاست‌های توسعه علیه سیاست‌های توسعه کشاورزی در ایران بودن، علیه سیاست‌های مقابله با تغییر اقلیم. اینها می‌خواستن که محصولات تراریخته رو وارد ایران کنن، اینها می‌خواستن که به خوش‌سالی دامن بزنن. و نهایتاً هم اون مستند به این شکل تموم شد که آیا بحران‌های محیط زیستی رو میشه به عملیات این شبکه نسبت داد. و بعد پیامد اون، ما چندین نامنگاری داشتیم، نامنگاری به خود رهبر ایران، نامنگاری به رئیس جمهور ایران، از طرف هم خانواده ها، هم نامنگاری هایی بوده که بیش از 1000 نفر از خود متخصصان، پژوهشگران و حتی مسئولان دولتی و زیست محیطی خود ایران فرستادن که ما اینها رو میشناسیم. اینها به تمام مقامات، سران سه قوا، قوه قضاییه، رئیس جمهور. جالب اشاره کردی، این در واقع اختلاف نظری که بین بخش‌های مختلف حکومت ایران در مورد این پرونده هم هست در ادامه بهش اشاره می‌کنیم. اما اجازه بدید آقای درفشان، وکیل خانواده سید امامی رو وارد ماجرا بکنیم. آقای درفشان، خانواده سید امامی از آغاز درخواست کرده بودند که ابهام زدایی بشه از اتفاقی که در زندان برای کاووس سید امامی افتاده. آیا در این مرحله این ابهام زدایی تا کنون صورت گرفته؟ اونها الان چی میخوان و به کجا رسیده این پرونده؟ هر که ناموخذ گردش روزگار، نیز نیاموزد ز هیچ آموزگار. ما حتی اگر بخوایم این مورد انگاری محیط زیست رو عمومی‌تر نگاه کنیم، پدیده شناسی بکنیم، متوجه میشیم که حضور این نیروی امنیتی نظامی که الان ورود پیدا کرده و هرچه بیشتر داره وارد حوزه‌های مختلف میشه، علتش چی هستش که به این همه جنجال، کشمکش حتی داخل خود سیستم کشیده شده؟ پرونده تا الان پاسخی بهش داده نشده، هیچ ابهامی رفع نشده و هیچ پاسخی هم گویا قرار نیست داده بشه. علتش رو من عرض میکنم خدمتتون. ما در حال حاضر دو تا رویکرد داریم توی سیستم امنیتی ایران. یکی رویکردیه که به دولت وصله، مدیریت اطلاعاتی است. یکی رویکردی هستش که نظامیگری امنیتی هستش. و این دو تا هستن که باید هر کدوم رو ما مجزا که الان با اولی یا دومی ما سازمان اطلاعات سپاه طرف هستیم بررسی کنیم. و من خدمت شما عرض خواهم کرد در یک سال گذشته که ما چه مواردی رو متوجه شدیم و این آسیب ها از کجا به وجود اومد. بفرمایید. عرضم به حضور شما، شما در نظر بگیرید که اگر ما یک رویکرد امنیتی پادگانی رو که داخل یک پادگان باید اعمال بشه وارد جامعه بخوایم بکنیم و با پدیده هایی مثل مردم سالاری و جهانی شدن بخوایم با رویکرد نظامی با دید پادگانی رو در رو بشیم، چه آشفتگی به وجود میاد؟ خب دقیقاً آقای درفشان، بحث سوال همین هست. شما یک وکیل هستید، حقوقدان هستید، پرونده یه اتهاماتی درش مطرح هست دیگه، ممکن است در مورد اون اتهامات صحبت بکنید؟ موکل شما یعنی خود آقای سید امامی و سایر افراد در این پرونده، اتهامی که براشون مطرح شده اتهام جاسوسی هست. با اتهام جاسوسی اینها چقدر ممکن بود که حبس بگیرند یا باشون چه برخوردی میشد؟ الان اتهامات دیگری مطرح شده مثل تبانی علیه نظام و فساد فلعرض، با اینها چه اتفاقی ممکن است بیفته؟
خب طبیعتاً افساد فعل ارز که میتونه حتی مجازات اعدام هم در پی داشته باشه یا حبس ابد، حبسای طویل المدت، ولی خب ما دیدیم که در همون مستندی هم که ارائه کردن چون دچار سراسیمگی شده بودن بر اثر فوت آقای سید امامی، حتی یک قلاب ماهیگیری رو جای آنتن جاسوسی نشون دادن و این نشون دهنده این بود که تا چه حد روی این قضیه اتفاقاً سیطره امنیتی و اطلاعاتی وجود نداشته که یک همچین تخلفاتی واقع شده صحیح. حتی نسبت به فرماندهان ارشد خودشون. خانم بهرامی، آیا تا به حال سابقه داشته که فعالان محیط زیست، میدونیم که به هر حال فعالان محیط زیست پیشتر هم بازداشت شدن به دلایلی، آیا اتهام جاسوسی در موردشون قبلا مطرح میشده هرگز؟ راستش در سابقه که وجود داره حداقل توی این 10 سال اخیر من موردی ندیدم که متهم به جاسوسی باشه فعال کسی که تو حوزه محیط زیست کار میکنه. همان که یه پرسش خیلی بزرگی حداقل برای کسی های کنشگرهی مثل من وجود داره، اونم اینه که وقتی در مورد جاسوسی حرف میزنیم فکت مشخصه، یعنی اینکه سعی داشته فردی اطلاعاتی رو جمع‌آوری بکنه منتقل بکنه. آقای اجرایی هم خیلی مستقیم به این موضوع اشاره میکنه، میگه ما بر اساس اطلاعات در میدان، گزارشاتی که کل نیروهای مسلح به ما ارائه داده، اقرار و اظهارات خود افرادی که متهم هستن در پرونده و مستندات خسارات وارده، یعنی این فکت‌ها رو ارائه میده و ولی همونجوری که حالا وکیل آقای امامی هم اشاره کردن هیچ وقت در حتی در طول پروسه‌ای که رسانه‌ها هم اومدن کار کردن، فضا رو آماده کردن برای تشکیل دادگاه‌ها و همینطور در اطلاعاتی که خیلی بسته از دادگاهی برگزار شده بیرون اومده در طول این مدت، هیچ وقت اشاره نشده به طور مستقیم که قرار بوده این اطلاعات تو چه حوزه‌ای جمع‌آوری بشه، چطور جمع‌آوری بشه، به چه کشوری ارسال بشه. کما اینکه من فکر می‌کنم خیلی مهمه ما روی این نکته تاکید بکنیم که خود این سازمان حیات وحش پارسیان مجوزش رو به شکل رسمی در داخل ایران گرفته، سال‌های طولانی همکاری مستقیم با WWF داشته که یه سازمان اینترنشناله و امکان نداره یه سازمان داخلی بتونه با یک سازمان اینترنشنال ارتباط برقرار بکنه بدون نظارت دولت. و همینطور خانم ابتکار که خیلی ارتباط دقیقی داشتن، حتی تو سایت این مجموعه شما میتونید تمام عکسای کنفرانس‌های اینا رو ببینید، تمام آلبومایی که این بچه‌ها تهیه کرده بودن رو ببینید. و به نظر من یه مورد، یه علامت سوال خیلی بزرگی که چطور یه همچین پروسه‌ای داشته زیر نظر سازمان محیط زیست پیش می‌رفته، یعنی یه پروسه جاسوسی بوده که خود سازمان محیط زیست داشته هدایتش می‌کرده یا مؤثر بوده. و اینکه جزئیات مشخصاً وقتی در مورد جاسوسی حرف می‌زنیم خب یه کلان حرف در واقع به نظر من که نه کسی می‌پرسه خب چطور اثبات کنیم، نه اینکه خب چه مجموعه اطلاعاتی بوده. و یه مورد دیگه این که به عنوان یه پژوهشگر محیط زیست میتونم بگم که تمام محیط زیست اتفاقا از اون فاکتورهایی که تمام اطلاعات موجود در چه از طریق اینترنت، چه از طریق ساتلیته، چه از طریق سازمانهای بین المللی بزرگ در حوزه محیط زیست کار میکنن به راحتی قابل دسترسه و خیلی بعیده که ما بخوایم اطلاعاتی رو در داخل جمع کنیم به خارج بفرستیم، معمولا خلاف این مسیر طی میشه. صحیح. آقای کرم، شما سالهاست که در حوزه محیط زیست به خصوص حیات وحش کار میکنید، بعید میدونم که این افراد رو از نزدیک نمیشناختید یا ندیده بودید، ممکنه کمی در مورد کار اونها به ما بگید که چه میکردند و آیا کاری که میکردند میتونست حساسیت برانگیز باشه؟ در مورد جاسوسی صحبت نمیکنم، کاری که میکردند آیا ممکن بود که حساسیت مثلا بخشهایی از حاکمیت رو به دلیلی ایجاد بکنه؟ بنده اجازه بفرمایید که نهایت تأسف خودم رو از این مسئله ابراز بکنم، به خاطر اینکه خسارت هایی که به محیط زیست مملکت من و به خصوص تحقیقات میدانی میزنه تا همیشه ادامه خواهد داشت. منظورتون بازداشت این افراده؟ بازداشتشون، اتهام به افساد فعل ارز، بچه هایی که از دید بنده، بله تمام این بچه ها رو من میشناسم، برخیشون دانشجوی بنده بودن و یکی از کسانی که اون نامه 1200 امضایی رو امضا کرد بنده بودم، با طیب خاطر، با کمال میل و با آشنایی که با این بچه ها داشتم. اما سوال بسیار خوبی رو مطرح فرمودید، این بچه ها چه میکنن؟ ببینید، بنده به آقای آقاسی وکیل یکی از این بچه ها پیشنهاد کردم که اگر چنانچه لازمه من حاضرم بیام توی دادگاه برای قضات محترم، برای وکلا شرح بدم که یه نفری که
بیولوژیست دریایی یا صحرایی این کارش چیه؟ از صبح تا شب چی کار داره میکنه؟ به خاطر این که بنده جزو اولین نسلهایی بودم که این کار رو در ایران 44-45 سال پیش انجام دادم و این را ما خود سر انجام ندادیم. ما از مؤسسات و دانشگاه‌های معتبر بین المللی یاد گرفتیم. اما مثلا یه نفری مانند هومن جوکار که کارشناس محیط زیست است و عمرش رو گذاشته روی مطالعات یوز پلنگ، این یه کیسه خواب و یه سفره نان و نمک همراهشه و در جاهای حرکت میکنه که یوز پلنگ وجود داره و یوز پلنگ هم یه حیوان بسیار باهوشه که خودشو نهایتاً از دست انسان فراری داده، جاهایی رفته که انسان نباشه. اتفاقاً و بر حسب مقتضیات تشکیلات موشکی ما، پایگاه‌های نظامی ما، پایگاه‌های نیروی هوایی ما در همین نقاط هستن. ما وقتی که مثلا به جایی میرسیدیم در نقطه از ایران که نوشته بود سایت موشکی، بار و بساط رو جمع میکردیم و کیلومترها میرفتیم دور، یا اگر چنانچه مثلا به یک پایگاه هوایی برخورد میکردیم، تابلوهاشو میدیدیم، دیوارهاشو میدیدیم، میرفتیم دوری میکردیم، به خاطر اینکه میدونستیم که این نقاط حساس هستن و دولت و تشکیلات امنیتی چهارچشمی اینها رو میپان و ما میخواستیم که نهایت از اینها دوری کنیم. نهایت فکری که به مخیله بنده عبور میکنه این است که شاید این بچه ها این مطالب رو روی اون عشق و علاقهی که داشتن به هدفشون برسن، نزدیک بشن به هوبره، به میشمر و یا یوز پلنگ، اینها رو ندیده گرفتن، فراموش کردن و با کمال تأسف چنین برخوردی با اینها شد. اگر بنده فرصت دارم اجازه بفرمایید یکی از مواردی که باعث اشکال شد خدمت شما عرض بکنم، بیشتر طول نمی کشه. ببینید، ما در ساحل رودخانه ارس پرنده های زمستان گذران رو بررسی می کردیم. تشکیلات ما 3-4 نفر هستیم با یه لندروور 6 سیلندر بزرگ، انواع نقشه ها، سپایه دوربین، تلسکوپ، دوربین های مختلف و ما روی اینها خم میشیم، روی این نقشه ها، و بعد شروع میکنیم به بررسی با دوربین. یه مرتبه دیدیم که یه ماشینی از طرف مرزبانی مملکت خود ما با شتاب به طرف ما اومد و پرخاش کرد به ما، گفت چیکار دارید میکنید بابا؟ گفتیم چیه آقا، ما پرنده شناسیم، اینم حکم ماست. برگشت گفت شوروی ها مرزبانیشون اون طرف شما رو رصد کردن و دارن میگن شما دارید داخل خاک ما رو نگاه میکنید. ملاحظه بفرمایید، ما داشتیم پرنده های رود ارس رو سرشماری میکردیم، میشمردیم کارهایی که معمولاً باید کرد، ولی همه این مسئله باعث شد که مرزبانی ایران به کل ممنوع کرد که ما در حاشیه رودخانه ارس دیگه فعالیت بکنیم. متوجهم. بنابراین میفرمایید سوء تفاهم ممکن بود به نوعی ایجاد بکنه فعالیت های زیست محیطی که حالا چه شما انجام میدادید چه ممکن است که این گروه انجام داده باشن. خانم بهرامی، من میخوام از شما به عنوان کسی که به هر حال این حوزه رو به خوبی میشناسید بپرسم که یک NGO، یک نهاد غیر دولتی زیست محیطی معمولا چطور کار میکنه؟ شما گفتید که با دولت اینها مرتبط هستند، به نوعی نمیتونن بدون اجازه دولت کار کرده باشن. ممکنه این روند کاریشون رو برای ما توضیح بدید؟ مثلا یک نهادی مثل پارسیان چه کار میکرده؟ چطور کار میکرده؟ ببینید، من اشاره میکنم همین اتفاقا دیروز یه جلسه خانم ابتکار داشتن با که وزارت کشور تدارک دیده بود با حضور تمام فعالین اجتماعی سراسر کشور، و جوری که خود خانم ابتکار، من از قول خودشون میگم که نوشته بودن توی یکی از این صفحات در واقع مجازی عمومی،
هرچی اسمشو بذاریم. خانم ابتکار اونجا اشاره کرده بودن که اتفاقا در مورد پرونده این دوستان فعال محیط زیست، بچهای فعال محیط زیست از من پرسیده بودن و جمله‌ای که ایشون گفته بودن این بود که چرا فعالین اجتماعی رو آزاد نمیذاریم و اگه اینا انتقادی میخوان بکنن باید این حق رو براشون قائل باشیم. اما من اصلا فراتر میرم از این موضوع که خانم ابتکار مطرح میکنه و میگم که به فعالین اجتماعی به اون معنای NGO که ما در سراسر جهان میشناسیم مثلا در ایران وجود نداره و نمیتونه وجود داشته باشه، برای اینکه وقتی که شما مجوزتون رو محدوده، مخصوصا در مورد حوزه محیط زیست، من میگم در حوزه زنان باز قوانین مخصوص خودش رو داره، یا تو حوزه‌های مربوط به کارهای خیریه قوانین خودش رو داره، اینا یا میتونن مجوز از فرمانداری بگیرن یا از نیروی انتظامی بگیرن یا از خود سازمان محیط زیست بگیرن یا از سازمان جوانان بگیرن، سازمان ملی جوانان. و اتفاقا حیات وحش پارسیان مطابق اطلاعاتی که در سایتش من دیدم همون اوایلی که این مشکل مسئله پیش آمده بود برای این گروه، مجوزش رو از نیروی انتظامی گرفته، ولی لیست پروژه ها معمولا باید شفاف باشه، لیست مسائل مالی معمولا در سایت شفاف مطرح میشه و اینکه ما به هر حال محدوده فعالیت اجتماعی در ایران رو میشناسیم، میدونیم که دوستان و بچه‌هایی که دارن تو ایران کار میکنن با یه قوانین بسیار بسته، با یه دست بسته محدوده، حتی قوانین اینها رو محدود میکنه تا چه برسه به اینکه بخوای توی حوزه‌ای کار بکنی که مجموعه پروژه‌های آزمایشی، اطلاعات، لابراتوارها، حتی امکان تکنولوژی محدودی وجود داشته باشه. شما ببینید ما توی تمام مناطق حفاظت شده خودمون که در ایران وجود داره چقدر نصب دوربین داشتیم در مورد مثلا اطفاء حریر یا در مورد حفاظت یا مثلا ثبت حیات وحشی که در اون منطقه وجود داره. ما حتی به لحاظ دولتی و ساختار کلان همین امکانات ویژه رو نداشتیم و مسئله اینه که وقتی که شما به عنوان یه NGO کار میکنین قاعدتا یه پروژه‌ای تعریف میکنین و اگر این پروژه خصوصا مسئله مالی کلانی درش مطرح باشه، مثل در موضوع دریاچه ارومیه مثلا که یه بودجه اینترنشنالی براش مصوب شد، یا پروژه‌ای باشه که گروه‌های بین‌المللی قرار باشه مشارکت کنن، مثل پروژه‌ای که توی حوزه سدسازی مطرحه که روسیه از یه طرف، چینی از یه طرف داره کار میکنه، اصلا اجازه نمیده دولت که بخواد گروه‌های کوچیک متولی این امر بشن، این موضوع بشن. همونجوری که ما تو حوزه انتقال آب می‌بینیم که مثلا روسیه با یه کلان اعتباری میاد با اقمار سپاه یا خود سپاه وارد کار میشه، ولی اونجا اصلا فاکتور امنیت مطرح نیست، فاکتور دسترسی به اطلاعات اقلیمی مطرح نیست. اما زمانی که یه گروه کوچکی مشغول به کار میشن و همونجوری که اشاره کردم همیشه ارتباط پیوسته اینا، حتی اینا برنده یه سری جوایز برگزیده از طرف سازمان محیط زیست بودن و تک تک اینا افراد شناخته شده بودن. به نظرم میرسه که از لحاظ پروسه قانونی، پیوند قانونی که میتونه وجود داشته باشه، تقریبا خیلی دور از ذهنه که یه گروهی بتونه بیاد مثلا یک همچین کاری انجام بده، وسیله نصب بکنه و اینها. به نظر من خیلی دور از ذهنه، کما اینکه این پروژه من فکر میکنم که یه الگوی کاملا تکراری حداقل برای بخش زیادی از شهروندا شناخته شده است که اینها فشار میارن روی افراد و بازداشت میکنن روشون، فشار میارن یه سری اقرار ازشون میگیرن، بعد رسانه‌ای مثل کیهان و تلویزیون، رادیو تلویزیون وارد کار میشن، یه مستندی میسازن و جالب اینجاست که پروسه در واقع از ته به اول میرسه، یعنی به جای اینکه قوه قضاییه و دادگاه یه امری رو مطرح کرده باشه، وکلا صحبتی رو طرح کرده باشن، بعد رسانه‌ها بیان بر اساس اون حرف، بر اساس اون قوانین، بر اساس اون اطلاعات میدانی و مستندی که داخل پرونده وجود داره بیان اطلاع بدن، در اینجا پروسه برعکسه، یعنی اول رسانه‌ها میان پرونده سازی رو برای فعالین اجتماعی، برای گروهایی که دارن داخل ایران کار میکنن میسازن، پازل رو کامل میکنه در واقع رسانه، و بعد اقرار اظهاراتی که تحت شکنجه، تحت شرایط کاملا غیر انسانی در مخصوصا دو هفته سه هفته اول از متهمین گرفته میشه بر اون سوار میشه، و بعد در نهایت پروسه به اینجا میرسه که قاضی مثل آقای صلواتی با اون پرونده مشخص میشینه و در مورد اونا حکم صادر میکنه که این پرونده البته متهمینش خیلی هم شرایط ناهمگنی دارن. به نظرم اینم از مسائلی بود که جریان رو پیچیده کرد در این دوستان. آقای درفشان، ما در مورد دادگاه غیرعلنی چیزی نمیدونیم، اما آیا شنیده‌ای دارید شما که در ایران هستید و به هر حال وکیل نزدیک به این پرونده، که چه گذشته در این دادگاه؟ میدونیم که بعضی از نشریات، بعضی از در واقع سایت‌های از داخل ایران منتشر کردن که بیشتر اتهامات بر اساس همین اقرارهایی بوده که از متهمان گرفتند. بله، خانم بهرامی توضیحات خیلی خوبی فرمودن. در همین راستا دقیقا دادگاه حرکت کرده. ببینید تبصره ماده 48 تا حدود دادسرا هست، اما این تعمیم داده شده الان به این دادگاه، یعنی جلوی وکلا گرفته شده، برخلاف قوانین
که تازه ما به همونها هم انتقاد داریم، توی خود دادگاه هم گفتن باید این وکلای مجاز بیان. چرا؟ چون همون روکردی که میاد پرونده رو به این شکل تشکیل میده، میاد با همین دید آمرانه پادگانی توی مرجع قضایی هم انشاب پیدا میکنه، میگه اینجا باید اینطور بشه، اونجا باید اونطور بشه. در حال حاضر داخل این پرونده علیه مرحوم سید امامی از روی همین اقرارها هم هیچ چیزی مطرح نشده و هیچ نکته گفته نشده. ما میبینیم که همسر ایشون هم ممنوع الخروج هست. یعنی وقتی بنده عرض میکنم با یک غضب پادگانی در طرف هستیم، خب اصلا شما فرض رو فرمایید این اشخاص مجرمن فرضاً، حالا به همسر این مرحوم چه ارتباطی داره که ما بخوایم این رو ممنوع الخروج بکنیم؟ یک دیدگاهی هست انگار اول تنبیه میکنه بعد پرسجو میکنه که حالا ما برای چی رو چه حساب تنبیه کردیم. اگر دیدش که خب اشکال وجود داره، با همون رویکرد نظامیگری میگه خب حالا ما کردیم که خوب کردیم، شما چند تا بشین پاشون بیشتر بود. سیاوش، بحثی که میبینیم تکرار میشه، بحث اختلاف نظر بین بخش‌های مختلف حکومت در مورد پرونده‌ای هست که راجعش صحبت میکنیم. یه مقدار ممکنه تو بازتر برای ما و مخاطبا توضیح بدی که این اختلاف نظر از کجا میاد و کجاها بیشتر نمود پیدا میکنه؟ به همیشه بحث نهادهای موازی اطلاعاتی بودن، از زمان قتل‌های زنجیره‌ای که وزارت اطلاعات، تعدادی از افراد وزارت اطلاعات رفتن اطلاعات سپاه رو تأسیس کردن، همیشه این بحث وجود داشت، رقابت بین اینها وجود داشت، بعضی موقع ها علنا با هم دیگه دشمنی هم میکردن. ولی در این مورد خاص ما میتونیم دو تا فرض رو در نظر بگیریم، یا حرفی که اطلاعات سپاه میزنه درسته، یا حرفی که میزنه خودشون هم میدونن اشتباهه و دنبال این هستن که حالا یه اهداف دیگه‌ای رو سوای اتهاماتی که مطرح کردن دنبال بکنن. در این حالت اول که وای به حال اطلاعات سپاه که اینقدر غیر حرفه‌ای هست که میخواد چنین کاری رو بکنه، ولی فرض بگیریم که این اطلاعات اینها درسته، فرض بگیریم که هر 8 نفر این افراد که تمام عمرشون همونجور آقای کهرم گفتن دنبال فعالیت‌های زیست محیطی بودن، فرض بگیریم که اینها بله همه‌شون جاسوس بودن، یک شبکه نفوذی در ایران از سال‌های قبل خودشو آماده کرده بود که همه این افراد رو ناگهان تبدیل بکنه به جاسوسی که بخوان برن به جای فعالیت‌های زیست محیطی اطلاعات رو برسونن به اسرائیل یا آمریکا یا هر جای دیگه. و در اون حالت دولت هم هواداری از اونها میکنه، وزارت اطلاعات هم هواداری از اونها میکنه. این خودش یک فاجعه خیلی بزرگتریه، یعنی نشون میده که عمق گستره نفوذ اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا در ایران تا چه حده و این اصلا چالشی هستش علیه خود نظام وزارت اطلاعات و اشراف اطلاعاتی وزارت اطلاعات رو که گفته اینها جاسوس نیستن زیر سوال میبره. چرا این اتهامات اگه مطرح بشه خودش باعث میشه که تمام نهادهای دولتی اون موقع زیر سوال برن واسه این کار. در همون مستندی که پخش شد از این افراد، یکی از اتهاماتی که علیه کاووس سید امامی مطرح میشد این بود که از یک افسر اطلاعاتی سیاه، که افسر اطلاعاتی سیاه رو خودش گفته بود من نیستم، من یک فعال محیط زیست هستم، دعوت کرده بود آمریکایی که بیاد ایران و خونه کاووس سید امامی بمونه. در همون نامه‌ای که منتشر کردن همون فرد داره میگه که معاون رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست از من دعوت کرد که من بیام 3 هفته خونه اون بمونم. یعنی اگر اطلاعات سپاه بر اساس همین ادله، بر اساس همین اسناد و مدارک بخواد واقعا بره دنبال این قضیه، چرا محدود کرده به همین 8 نفر؟ اگه اینجوری باشه باید کل سازمان محیط زیست، کل کسایی که با اینها در ارتباط بودن، نامه نگاری داشتن، خانم بهرامی اشاره کردن خود اعضای سازمان حفاظت از محیط زیست مسئولان دولتی اشراف دارن و اینها مجوز صادر کردن، پس اینا باید تور حفاظت اطلاعات، بعد تور اطلاعاتی خودش رو بعد اصلا همه جا گسترش بده و چرا به همین 8 نفر محدود کرده؟ لازمه پذیرش روایت اطلاعات سپاه این هستش و این تناقضی هستش که بعد در دادگاه معلوم بشه. آقای درفشان، بحث یه بار پرسیدم ازتون ولی یه بار دیگه من میخوام روی این تاکید کنیم، این بحث فساد فلعرض از کجا میاد؟ این چطور وارد داستان شد؟ چون اول اگه یادتون باشه اتهام جاسوسی بود. افساد فعل ارز در تعریف حقوقیش وقتی شما یک اقدامی رو علیه حاکمیت، علیه سیستم نظامی به میزانی انجام بدید که این به حدودی برسه که بخواد
یک جامعه رو متلاشی بکنه و با یک اصولی اینها رو از اساس ساقط بکنه. به این میان تعریف حقوقیش این هست، میگن افساد به درجه فلعرض رسیده، یعنی دیگه اینقدر گسترده شده که این قضیه که ما میبینیم اصلا شدنی نیست توسط یه تعداد اشخاصی که فعال محیط زیست هستن. این بندگان خدا اصلا حوزه‌ای که کار میکنن توش حوزه‌ای هستش که اکوسیستم جهانی هست. کسی که دنبال این هستش که ببینه پرنده های مهاجر گونهشون از یه تالاب به تالاب دیگه کجا میره، توجه نداره که اصلا این یکی تالاب و اون یکی تالاب تو کدوم نظام سیاسی هست، دنبال اون پرنده هست. این اشخاص دانشمندانی هستن از ملیت های مختلف با یک دیدگاه واحد، اونم دلسوزی است برای محیط زیست کره زمین. ما تو هیچ حوزه ای اندازه حوزه محیط زیست به کنوانسیون های جهانی نپیوستیم، به معاهدات دو جانبه، چند جانبه، منطقه‌ای، به خاطر اینکه اصلا ذات محیط زیست این هستش که اکوسیستم چون جهانی است باید در این حوزه فعالیت ها به صورت منطقه‌ای، چند جانبه، جهانی صورت بگیره. ما از این طرف میایم اینا رو قانون میکنیم، به اشخاص میگیم خب بیایید کار بکنید تو این زمینه، بعد یک قسمتی که مجزا از سیستم هست و حضور نداره توی این بخش های دیگه که مطلع باشه، میاد یک دفعه با این مسئله مواجه میشه، واکنش های عصبی نسبت به مسئله نشون میده، نه واکنش های مدیریتی امنیتی. آقای کهرم، به نظر شما چه قضیه سیاسی هست با توجه به اینکه اسم کاوه مدنی معاون وقت سازمان محیط زیست هم در این وبسایت های نزدیک به قوه قضاییه دائم تکرار میشه به عنوان یکی از پاهای این داستان، ولی خود آقای مدنی میگه من هیچ ارتباطی با گروه پارسی ها نشم، اصلا یک معاونت دیگه ای بودم، نه معاونتی که مربوطه به حیات وحش است. کاملا سوال خیلی خوبیه. ملاحظه فرمایید خانم، دو ماه قبل از اینکه این بچه ها رو بگیرن، من میگم بچه ها به خاطر اینکه بچه های ایرانن، بچه های منن، بچه های شما هستن. قبل از اینکه اینا رو بگیرن، دستگیر بکنن، یک سال نگه دارن، اینها یه اعلامیه دادن، گفتن از این به بعد هیچ کس حق نداره در مورد محیط زیست انتقاد بکنه. ما گفتیم الله اکبر وارد شد. برای اینکه من دقت کردم دیدم در هر زمینه‌ای نمیشه، ممنوعه که ما اظهار و عقیده بکنیم یا انتقاد بکنیم غیر از محیط زیست. اون را هم بنده فکر کردم گرفتم. ملاحظه فرمایید خانم، سابقا در رژیم گذشته ما یه ساواکی داشتیم، میگرفت، میبست، میزد، شکنجه، ما میترسیدیم. بارها هم هر ایرانی تحت هیمنه اینها قرار گرفتن. الان شما ملاحظه بفرمایید وزارت اطلاعات آقای علوی میاد میگه این بچه ها جاسوس نیستن، وزارت اطلاعات باید و بزا. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یعنی معاون آقای روحانی رئیس جمهور میاد میگه ما هیچ دلیلی نداریم که اینها جاسوس هستن. یه مرتبه اطلاعات سپاه میاد و اینها رو میگیره، یک سال نگه میداره، به قول آقای آقاسی غیر قانونی، بیش از یک سال نمیتوانستن اینها رو نگه دارن. متاسفانه این طور شد. حالا با این کیفیت ما که اطلاعاتی دریافت نمی کنیم، قوه قضاییه اطلاعاتی به مردم نمیده، یه خورده حتی قطره چکانی که ما بدونیم آقا جاسوسی یعنی چی. الان وکیل محترمی ذکر کردن که این کاری که ما میکنیم ورای حیطه و قلمرو کشور هاست، ما ارتباط داریم از این تالاب به اون تالاب. میگیم آقا این 2000 رأس مثلا کلوبوزی که آمد الان از مرز گذشت آمده در ارسفارا، این 2000 قوی سفیدی که آمد از روسیه آمده الان توی تالاب انزلی نشسته، این اطلاعاتی است که در دست من و یا هومن جوکار است. صحیح. خانم بهرامی، فکر میکنید دلیل حساس شدن اطلاعات سپاه روی فعالان محیط زیست و از جمله این افراد چی میتونه باشه؟ ببینید، من فکر کنم یه گپ بزرگی ما داریم، هم توزیع قانون که برای نظارت، حمایت و هم توی حوزه تامین اعتبار و
در واقع امکاناتی که برای سمنها و گروه‌های غیر دولتی در ایران گرفت اتخاذ شده. میخوام بحثم با این در واقع شروع بکنم که ما نمیتونیم دولت رو با این عنوان که فلانی موضع گرفت، رئیس سازمان محیط زیست موضع گرفت، آقای وزیر اطلاعات موضع گرفت، مبرا بکنیم از مسئله بسیار بغرنج و جدی که هم برای این 8 نفر و من میگم هم برای بقیه فعالین حوزه محیط زیست به تبع اون در ایران به وجود اومده. ما نمیتونیم اونها رو مبرا بکنیم از این مسئله فقط با این جمله ساده، به خاطر اینکه آقای روحانی 4 نفر رو کمتر از یک ماه بعد از اینکه این اتفاق افتاد در بهمن ماه سال گذشته مشخص کردن که این 4 نفر جزشون خانم ملاوردی هم بودن که مسئول در واقع حوزه حقوق شهروندی هستن و تمام این 4 نفر تمام البته الان دیگه خانم ملاوردی نیستن مسئول حقوق شهروندی، بودن بله 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 تو اون دوره که آقای روحانی این هیئت 4 نفر رو مشخص کرد به این دلیل خانم ملاوردی هم در اون گروه قرار داده بود که خود وزیر کشور هم بود و رئیس سازمان محیط زیست بود و وزیر دادگستری بود. و ما چطور میتونیم در نظر بگیم که این 4 نفر تمام این پروسه تمام این طول این مدت سکوت کردن؟ حتی در مورد اطلاع رسانی فقط گفتن ما منتظریم، هنوز هیچ شفاف نیست، ما اطلاعاتی نداریم و کار به اونجا رسید، انقدر قضیه پیچیده شد که بعد ارتش وارد ماجرا شد تا جایی که آقای اجرایی میگه گزارش کل نیروهای مسلح. و به نظر من این چه حوزه امنیه که برای فعالین اجتماعی در ایران به وجود اومده؟ ما این همه گروه ثبت شده تو حوزه زنان داریم، این همه گروه ثبت شده تو حوزه فعالین محیط زیست داریم، این همه حوزه، چرا هیچ مسئله و مشکلی تا امروز حل نشده؟ چرا حتی کمرنگ نشده؟ با اینکه این بچه‌ها مرتب دارن گزارش منتشر میکنن و من میتونم به جرئت بگم اطلاعاتی که ما امروز حتی به شکل قطع چکانی خارج ایران داریم و مدیون این بچه‌هایی هستیم که با تمام خطر و بس و در واقع قبضی که در ایران برشون وجود داره کار میکنن و سعی میکنن اطلاعاتو منتشر بکنن. چرا ما به نقطه ای نمیرسیم؟ دلیلش اینه که این بچه‌ها به هیچ عنوان کارایی نقطه اثر اجرایی ندارن، قانون اونها رو حمایت نمیکنه و حتی وزارتخونه که مجوز کار به اونها داده پشتشون وای نمیسته. ما نمونه روشنش رو در مورد فعالین جنبش اجتماعی جنبش کارگری داشتیم. چقدر فشار روی فردی که به شکل ساده اومده حقوق خودش رو خواسته، مگه در مورد کسایی که توی منطقه زاگرس در فلات مرکزی ایران در مورد آب معترض بودن چه اتفاقی افتاد؟ خب دقیقاً خانم بهرام بحث من همین هست. آیا فکر میکنید که محیط زیست همون پتانسیل مثلا جنبش‌های کارگری رو داره که ممکن هست اطلاعات سپاه نسبت بهش حساس شده باشه؟ آیا این هست؟ من فکر میکنم که سپاه یه پازلی، حالا نمیخوام مشخصا بگم سپاه، ولی فکر میکنم تو حوزه امنیت ما دو تا موضوع مهم داریم. یکی یه کلید واژه نفوذه که تو این 2-3 سال اخیر داره به شدت روش کار میشه و من فکر میکنم که زیر معنای این نفوذ در واقع رشد جنبش‌های اجتماعی، رشد مطالبه‌گری مردم، پرسشگری، نقد مردم زیر این کلمه نفوذ که اونا اینطوری اونا تعبیر میکنن. و موضوع مهم دیگه هم این که نیروهای امنیتی یه پازلی چیدن، توی این پازل باید یه فرد کمونیست باشه، باید یه فردی باشه که جاسوس باشه، ارتباط با در واقع دول متخاصم داشته باشه، باید یه گروهایی هم باشن که قرار باشه فمینیست و فرهنگ غرب رو ترویج کنن و این پازل باید یه جوری تکمیل بشه. حالا آقایون میگردن ببینن آدمایی که دارن توی این حوزه کار میکنن پیدا میکنن، اینا رو اون لباس و تنشون میکنن، میشوننشون جلوی رسانه و میشوننشون جلوی در واقع قاضی و براشون حکم صادر میکنن. من فکر میکنم که مسئله امنیتی شدن در واقع امنیتی شدن کل فعالیت های اجتماعی در ایرانه و اتفاقا من معتقدم که ریشه اصلی خیلی از اعتراضاتی که شکل گرفته و در حال شکل گیریه در حوزه محیط زیسته، به خاطر اینکه ما با ساده ترین و اولیه ترین امکاناتی که هر انسانی به عنوان شهروند برای زندگی و زیست بهش نیاز داره مواجهیم، با آب، با هوا، با سلامت فرزندان، و به خاطر همین دولت دیگه مجبور نمیتونه سکوت بکنه بیشتر از این. مردم هم تحملشون سر اومده و به نظر من مهمه که سپاه و نیروهای مسلح وارد بشن و یه جوری این ترس رو که آقای کرم هم بهش اشاره کردن این ترس رو ایجاد بکنن که محدود بشن گروه ها. شما ببینید الان خیلی از بچهای محیط زیستی در ایران دیگه کار جدیه اونطوری نمیتونن انجام بدن. این همه هزینه دادن فقط برای نوشتن یه مقاله، فقط برای
رصد کردن با یه دوربین معمولی محیط زیستی. به نظر من اینقدر این هزینه رو دولت بالا برده، اینقدر این هزینه رو ریاهای امنیتی بالا بردن تا این جنبش در خودش سرکوب بشه. و خب طبیعتا اینا رأس کلونی هایی که میتونن یه گروهی تشکیل بدن، یه اکتیویته اونجا داشته باشن رو بیشتر زیر فشار قرار میدن، که نمونه مشخص شما در جنبش کارگری داریم میبینیم، یا در فعالین محیط زیست اصفهان، فعالین محیط زیست فلات زاگرس، که اینها این بچه‌ها رو تحت مسائل امنیتی تحت فشار میذارن. اما میخوام ببندم جمله‌مو با این موضوع که اگر شما این در واقع حکمی که صادر شده برای این بچه‌ها تحت فساد فلارض و جاسوسی اینا، به نظر من یک کار کاملا با سیاست و با آگاهی این حکم صادر شده. دلیلش هم اینه که این حکم بازه، نه جرم مشخصه و نه از اون طرف در واقع حکم نهایی میتونه یه چیز مشخصی باشه. دادگاه میتونه اینو به عنوان یه برگه بازی داشته باشه، در برهه‌های زمانی اجتماعی متفاوت دادگاه تشکیل بده و دوباره اینو طرح بکنه و این رعب و وحشت عمومی رو ایجاد بکنه. و از طرف دیگه هم این که مسئله امنیتی رو میبره زیر مجموعه مسائلی که در واقع هیچ ارتباطی به معنای واقعی با مسائل امنیتی ندارن، مثل حوزه سیاسی، مثل تصمیمات کلان کشوری، و اونها رو در واقع میبره زیر سایه که کمتر دیده بشن و کمتر توجه عمومی بهش جلب بشه. البته یادآوری کنیم که هنوز حکمی صادر نشده در این پرونده، همه اتهام هست، هنوز دادگاه در حال برگزاری هست. سیاوش، این بحثی که مطرح شد، اینکه دولت ابراز مخالفت کرده، وزارت اطلاعات گفته اینا جاسوس نیستن، بارها و بارها آقای کلانتری رئیس سازمان محیط زیست راجع به اینها صحبت کرده و گفته امیدوار هستیم پرونده زودتر به سرانجام برسه، فکر میکنی که واقعا چرا دولت بیش از این کاری نمیکنه؟ آیا دستش بسته است یا واقعا فکر میکنه که بهتر هست بگذاره که نهادهای امنیتی کارشون رو پیش ببرن به این شکل؟ ترکیبی از همه اینها هستش. در تمام طول این 20 سال گذشته جناح اصلاح طلب چرا در مقابل خیلی از مواردی که مربوط میشه به نقض حقوق بشر، نقض حقوق شهروندی، چرا سکوت کرده؟ آیا فکر میکنه که روند اصلاحات، پیشبرد این روند مهمتر از اون هستش که بخواد وارد چالشگری با نهادهای انتصابی بشه؟ شاید این یک دلیلش باشه. شاید فکر میکنن سکوت کنن بهتره، اگه بخوان بیشتر از این حرف بزنن بدتر بشه برای این پرونده. واقعا معلوم نیست. ولی از طرف دیگه باید در نظر بگیریم که خود همین دولت هم در خیلی از موارد، همین وزارت اطلاعاتی که الان داره مخالفت میکنه با این قضیه و میگه اینها جاسوس نیستن، خودش در یک جای دیگه، در یک استان دیگه، دهها فعال محیط زیست رو دستگیر میکنه. در هرمزگان، در کردستان همین اواخر بیش از 50 نفر از فعالان محیط زیست رو همین وزارت اطلاعات دستگیر کرده با اتهاماتی جداگانه. بنابراین انتظاری که بخواد وزارت اطلاعات بیاد سر پرونده‌ای که حالا فکر میکنه اینا جاسوس نیستن وارد عمل بشه، اطلاعات سپاه رو رسما به زیر سوال ببره، این بسیار برای این ساختار سیاسی حاکم بعید به نظر میاد. آقای کهرم، شما دغدغه محیط زیست دارید، در این بحث هم یکی دوباره اشاره کردید. من میخوام بدونم به نظر شما این پرونده و کلن برخوردی که الان سیاوش هم اشاره کرد با فعالان محیط زیست شده در این سالها، چه تأثیری میگذاره روی محیط زیست کشور؟ خانم گرامی، اون زمانی که ما شروع کردیم در سن 24-25 سالگی، با افتخار، با عشق، با علاقه این دوربین و کوله پشتی رو مینداختیم و میرفتیم توی طبیعت بکر ایران و لذت میبردیم. یواش یواش پامون به مجامع بین المللی باز شد، از اونها یاد گرفتیم، دیدیم از اونها هم چیزی کم ندارم. الان یه جوان ایرانی که اگر بخواد پرنده شناس بشه و یا دنبال این همه پستاندار و پرنده و خزنده ایران بگرده، با چه دلخوشی، با چه دلگرمی این که برگرده فکر کنه که دو سال دیگه جای اون تو زندانه. این که عرض میکنم تبعات این مسئله فراگیر خواهد شد، زمانگیر خواهد شد و در ادامه نسل‌های آینده هم از این مسئله منفک خواهند شد، چون دلخوشی نداره. چون یه نفر نیومده پشت شونشون بزنه بگه ای والا، بگه باریکلا، بگه این کشفی که کردی تو به درد حفاظت محیط زیست میخوره، برای اینکه آینه‌شون این جوانهای ما هستن. من حتی شک دارم با تمام عشق و علاقه که تو این 8 نفر و 80 نفر دیگه من سراغ دارم، حتی من شک دارم که این بچه‌ها اگر چنانچه از این قل و زنجیر رها بشن بیان بیرون،
اون راه رو مجدداً ادامه خواهند داد. چقدر علاقه باید لازم باشه، چقدر اشتیاق، چقدر ذوق به خدمت باید باشه تا این بچه ها باز هم دوربین به دست بگیرن. این دوربین هایی که میگوین یک دوربین های مدرنه که با حرکت شروع میشه. یعنی شما مثلا فرض کنید که روی درخت نصب میکنید، بارها بنده استفاده کرد، و بعد میذارید میرید. وقتی یه جانوری میاد از مقابل این دوربین رد میشه، این به حرکت میفته، شروع میکنه فیلم برداری و تا مدتی هم این کارو میکنه. خانه برد اینها بیشتر از 15 متر نیست. اگر شما بخوای یه پادگان رو در نظر بگیری، پادگان که حرکت نداره که اینا به حرکت بیفتن. این باید یه حیوانی از جلوش شاید بشه به حرکت بیفته، و بعد طرف میره، محقق میره اینو باز میکنه، میبینه توش چه فیلم ضبط شده، میفهمه دو ساعت نیمه پیش یه آهو اومد رد شد. بله. این وسایلی برای جاسوسی نیستن. حداقل آگاهی نسبت به این وسایل، باور کنید که شاید نصف این اتهامات رو رفع کنه. سیاوش خواست چیزی بگی؟ من فکر میکنم که تبعات امنیتی کردن بحث محیط زیست خیلی فراتر از این هست. جناب آقای کهرم مشخصا دارن رو حوزه کاری حیات وحش متمرکز میشن، ولی ما اگه بحث محیط زیست رو بکنیم، بحث 4 تا درخت و چند تا بز کوهی و کل نیستش. ما داریم راجع به توسعه پایدار حرف میزنیم، راجع به سیاست‌های کشاورزی کشور، راجع به بهره‌وری بهتر آب، راجع به سیاست‌های بهره‌وری بهتر انرژی. همه اینها اگه قرار باشه به تبع این قضیه امنیتی بشن، این بحث انتقاد رو بسته میکنه نسبت به هر کدوم از این اجزا و مؤلفه های مختلف سیاست توسعه پایدار. اگه همین مستندی که راجع به اینها پخش شد، راجع بحث کشاورزی رو آورد وسط، بحث تراریخته رو، بحث آب رو، اینها مسائل حیاتی برای کشور هستن، و اگه قرار بشه که اینها امنیتی بشن در زمانی که بحث انتقال آب هست، بر زمانی که بحث انتقال آب که میدونیم مسئله بسیار بزرگ هستش، بحث سدسازی هستش، بحث صنایع آلاینده هستش که همه جا خیلی ها مقاومت های مدنی در برابر این صنایع شده در نقاط مختلف جوامع محلی ایران، بحث پیوستن یا نپیوستن به توافق پاریس هست، بحث گازهای گلخانه‌ای هست. همه اینها اگه قرار بشه اینها امنیتی بشن و مردم بترسن که راجع به این مسائل حرف بزنن، خب تقریبا میتونیم بگیم که یک سری قدرت و یک سری ثروت متمرکز خواهد شد در دست کسانی که صاحبان مثلا صنایع آلاینده هستن. خیلی از این معادن متعلق هستن به بنیادها، بنیادهایی که از همون طیف، از همون جناحی هستن که نزدیک به سپاهه. اگه مردم بترسن که در مقابل اینها اعتراض بکنن راجع به مجوز ساخت فلان سد یا تمدید مجوز فلان معدن، یا راجع به نحوه اصلاح الگوی مصرف آب، راجع به اصلاح الگوی کشاورزی، اگه مردم بترسن راجع به اینها اظهار نظر بکنن، این تبعاتش بسیار فراتر از بحث محیط زیسته که شاید تو ذهن افکار عمومی صرفاً یک بحث خیلی لوکسی باشه، ولی ما داریم راجع به سیاست‌های توسعه پایدار و تبعات امنیتی کردن و ترس مردم و جامعه مدنی از بحث راجع به مسائل حرف می‌زنیم. موضوع جالب اشاره کردی، به خصوص که این قضیه باز ربط پیدا می‌کنه به شیوهی که این افراد دارن محاکمه میشن. آقای درفشان، می‌دونیم که وکلای اینها وکلای تسخیری طوری هستند که معتمد قوه قضاییه هستند. من نمیدونم شما یا هرگز اینها رو دیدید، با اینها آشنایی دارید؟ آیا اینها با حوزه محیط زیست و کاری که این افراد میکردند آشنا هستند؟ چطور از اینها قرار هست دفاع بکنن؟ آیا اصلا در جریان کارهایی که اینا میکردند قرار گرفتن؟ آیا هیچ شما شناختی دارید که چطور با اینها تعامل میکنن با متهمان، و چطور قرار هست که از اونها دفاع بکنن؟ آیا به شما اطلاعی داده شده در این زمینه؟ به صورت کلی به این لیست شما توجه بکنید و نگرش مردم ایران نسبت بهش. دیروز بنده توی دادگستری بودم، در زمین جرایم اقتصادی مجبور می‌خواستن بکنن خانواده رو که از این لیست بگیره. خود اون پدرت بنده خدا متهمی که بود میومد میگفت آخه رو چه حساب ما باید بیایم لیستی که دادستان تایید کرده رو به عنوان وکیلی که می‌خوایم محرم اسرارمون باشه بگیریم؟ خب این رو به جای وکیل باید اسمش رو گذاشت که کمک دادستان، دادستان یار،
اصلا برخلاف موازین وکالت هستش که شما اسرار موکل رو شما باید پیش خودت نگر بداری و اینکه شما اسمت توی همچین لیستی بره این شایبه رو به وجود میاری که شما سر نگهداری یک همچین مسئله نیستی. بله ما این اشخاص رو میشناسیم، میدونیم هم کی هستن، باشون هم صحبت کردیم. حالا این اشخاصی که داخل این دادگاه حضور دارن، نه به صورت کلی در لیست میگم، و بارها گلایه کردیم به اشخاصی که بودن که شما چرا توی لیست حضور دارید خارج نمیشید. من توی صحبت دیگه ای عرض کرده بودم که توی این مسئله اصلا باعث ایجاد فساد هم شده، چون انحصار که به وجود میاد صحبت حق الوکاله های نجومی میشه، صحبت این مواردی میشه که یا به من مراجعه میکنی به اینقدر قیمت یا دیگه هیچی. متاسفانه یکی از این اشخاصی که حتی جزء وکلایی هستش که حضور داره در سیستم قضایی گذشته از معاونین آقای مرتضوی بوده که خب به هر حال ایشون هم محکومیت پیدا کردن. و شما در نظر بگیرید اون خانواده‌ای که میخواد مراجعه بکنه با توجه به این سابقه، با توجه به این مسائل، حق داره بین ایشون آیا بخواهد انتخاب بکنند یا اینکه یک فرد و اشخاص دیگری رو بخواد انتخاب بکند. ما میبینیم اصلا جایگاه این لیست به کجا باز هم برمیگرده، به همون نگرشی که من عرض کردم. متوجه هستم جایگاه این لیست، اصلا اینکه اینها به هر حال رفتن توی اون لیست معتمدان قوه قضاییه معنایی داره. اما آیا تونستند مثلا با اونها، حتی با وکلای تسخیری هم گاهی شما ممکن است بتونید صحبت بکنید و اونها رو همراه بکنید؟ به هر حال وکیل برای دفاع هست، حالا هر چه تسخیری باشه چه در هر جایگاه دیگه، آیا اینها شناختی دارن در این حوزه؟ آیا باهاشون تونستن خانواده ها وارد گفتگو بشن و ببینن که اینها چقدر میشناسن این حوزه رو، چقدر آماده هستن که از این افراد در این حوزه دفاع بکنن؟ آخه اصلا بر اساس همون چیزی که دقیقاً من عرض کردم شما دارید میفرمایید، به خاطر اینکه اینا رو اصلا بر اساس تخصص نمیتونن اینا انتخاب کنن. صحیح. تخصص یعنی شخص بیاد توی حوزه فعالیت بکنه، بعد موفقیت هایی کسب بکنه، بعد بر اساس این موفقیت ها مردم بهش مراجعه بکنن. ولی وقتی یک فردی رو مجبور میکنن باید بری سراغ آقای فلانی یا آقای فلانی یا آقای فلانی، هیچ کدوم هم تو محیط زیست کار نکردن، درگیر هم نبودن، دغدغه هم شاید نداشتن اصلا. به خاطر اینکه اینا اکثر اشخاصی که توی این لیست ما داریم میبینیم کسایی هستند که خودشون اشخاصی بودن که حالا بازنشسته سیستم‌های دولتی و این مسائل هستن. اینها حوزه کاریشون سالها تو حوزه دولتی بوده. صحیح. سیاوش حالا یه دقیقه اینا بیشتر وقت ندیم، اگه ممکنه به ما بگو مرحله بعدی چی هست که بتونیم برنامه رو باهاش ببندیم. دادگاه غیر علنیه، من بعید میدونم از این دادگاه چیز خاصی در بیاد درباره این که ما روشن‌تر بشیم اتهامات چی هست، چیزی رو به ما بگن که ما تا الان نمیدونستیم، اطلاعاتی رو بشه که بگیم خب این بخوایم تجدید نظر بکنیم. دارم فکر میکنم به تبعات این قضیه چیه، این یک سوال بزرگه. آیا اینها دولت یا حکومت تا کجا میخواد پیش بره؟ آیا واقعا کسی از این 8 نفر قرار اعدام بشه؟ آیا حکومت هزینه این رو خواهد پرداخت؟ آیا اینها رو زندان‌های طویل‌المدت به اینها خواهند داد؟ تبعات این چه خواهد بود؟ آیا احتمال داره یکی از اینها ببینیم تبرئه بشه، بیاد بیرون، آزاد بشه؟ اون موقع چه خواهد شد؟ آیا اون موقع دستگاه‌های اطلاعاتی، اطلاعات سپاه پاسخگو خواهند بود که حیثیت این افراد رو اون موقع به باد دادن؟ آیا پاسخگو خواهند بود که در این طول یک سال حبس چجوری میتونن جبران خسارت بکنن؟ و با توجه به که در همه دنیا هیچ وقت دستگاه‌های اطلاعاتی به خاطر اشتباهاتی که کردم پاسخگو نبودم. من یه مثال خیلی ساده بزنم، تشبیه میکنم به پرونده زندانیان گوانتانامو. خیلی از اونها بیگناه آخر سر تشخیص داده شدن، با اینکه آمریکا استقلال قوا داره، با اینکه خود قوه قضاییه گفتش که خیلی از اینها اتهاماتشون اشتباه بود، اما ندیدیم هیچ‌وقت پاسخگو بشن. بنابراین من بعید میدونم که اطلاعات سپاه در این زمینه پاسخگو بشه، حتی بخواد که اعتراف بکنه که اشتباهی کرده. متشکرم سیاوش اردلان، آقای کهرم، آقای درفشان و خانم بهرامی، ممنونم که در این بحث شرکت کردید و ممنون از شما که با صفحه 2 همراه ما بودید. این برنامه برای یک هفته روی وبسایت بی بی سی در دسترس شماست، bbcpersian.com/صفحه 2. برنامه رو میتونید روی کانال یوتیوب ما هم مجددا تماشا کنید، لینک برنامه در توییتر ما منتشر میشه با شناسه @bbcpage2. اگر علاقمند هستید برنامه رو به صورت پادکست بشنوید، میتونید روی اپلیکیشن پادکستتون با جستجوی کلمه صفحه به فارسی در کنار عدد 2 مشترک پادکست این برنامه بشید. برنامه ما روی فیسبوک هم در دسترس شماست، facebook.com/bbcpage2. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه. شب و روزتون خوش.